درود به یکایک شما عزیزان و وقت بخیر به همتون در هر جا که هستین. صدای منو میشنوین چه تو ایران، چه خارج از ایران، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، استرالیا، کانادا، شاید قطب شمال، شاید قطب جنوب، نمیدونم، هر جا که هستین رو کره زمین، شاید هم وسط اقیانوسین، رو دریا، این whatever، از راه دور ارادت مجدد دارم. خوشحالم که میشنوین صدای منو. من کیا هستم و دارم برای شما کتاب نکرونومیکون یا رستاخیز مردگان رو به طور صوتی با کمی نکات و توضیحات میخونم. خب بریم، الان پارت 8 هستیم. تا اینجا رسیدیم که ما 7 دروازه داشتیم، اسم دروازه ها رو گفتیم و شرایط خاصی که هر کدوم از اینا دارن رو بیان کردیم. حالا میریم به آیین سفر. شما باید چجوری سفر کنی؟ حالا این سفر به جهانهای دیگه است، یعنی شما با اتوبوس و تاکسی و اینا نمیری دیگه. سفر خیلی بحث مهمیه. این سفر شما هم جسم و هم روح با هم سفر میکنید، یعنی یه چیز شبیه تیل ارز. ممکنه افرادی که با شما باشند دیگه شما رو نبینن یه مدتی، یعنی اینجوری توی ادبیاتی که من بلدم بهش میگن تیل ارز، که این رو اینجا اشاره میکنم به اجنه. این کار رو با اجنه انجام میدن، یعنی کسایی هم که در علوم غیب راه داشتن از قدیم و تا کنون اصولا جندار هستن و از اجنه کمک میگیرن و از عالم ماده ما، مثل این در و دیوار و خونه و ماشین و مبل و تخت و چه میدونم سفینه فضایی، هواپیما، whatever، خارج میشن، وارد یه جهان دیگه میشن که ما ورودی های این جهان رو به نام استارگیت میشناسیم. استارگیت ها توی دنیا زیادن، هم رو زمین هم تو آسمان. یعنی شما نمیتونی فقط بگی استارگیت رو زمینه، ما در آسمان هم استارگیت داریم. و باید بهتون بگم صاحب زمین اونطور که من میدونم اجنه و بقیه موجودات ناشناخته برای ما هستن. اونها همیشه صاحبان زمین بودن و بر تمام علوم روز سال 2022 و بر تمام ادیان و کتاب‌هایی که شماها بلدین، بر تمام دانشگاه‌های فوق 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 پیشرفته آمریکا و اروپای هرچی، اینها قدرت بیشتری دارن. و شما شاید بعضیا میخندن، شاید مسخره میکنن، یه عده میگن چرته، یه عده میگن جوکه، یه عده میگن چه میدونم تخیله، یه عده میگن هر کی یه چیزی میگه، whatever. ولی کسی که به چشم خودش جادو رو میبینه و میتونه جادو رو انجام بده، بعد متوجه داستانایی میشه که تا حالا متوجه نشد. حالا ما میریم این آیین سفر رو انجام بدیم. این سفر پس یه سفری هست به عالم نادیده که خیلی آدم ها ندیدن، ولی تعداد کمی از آدم ها روی زمین همین الان انجام میدن و این دنیاها رو میبینن. آیین سفر باید دقیقاً به ترتیبی که توضیح خواهم داد انجام بدهی. ابتدا باید دوره یک ماهه پاکیزگی را طی کنی. پاکیزگی از چی؟ از شهوت و ارضای جنسی. به مدت 7 روز پیش از آخرین روز ماه نباید گوشت بخوری. گوشت نمیخوری. 3 روز پیش از آخرین روز ماه باید با روزه بگذرانی، روزه بگیری. تنها چیزی که اجازه نوشیدن آن را داری آب شیرین و پاک است. یعنی میتونین آب بنوشین ولی غذا نمیخورین، به این میگن روزه. خب من اینو خیلی جاها دیدم که روزشون آب نوشیدنه ولی غذا و این گوشت و اینو نمیخورن. در 3 روز آخر باید علاوه بر ایزد و ایزد بانوی خود، خدایان بزرگ سگانه، آنو، انلیل و انکی، پچی 3 تا خدای بزرگ هست،
خدای آنو، انلیل و انکی. در واقع ریشه کلمه آنوناکی. با آداب مناسب یاد کنی. این سه خداوند در واقع فرازمینیان هستند که سازنده و خالق ما انسان ها. عدد خاص آنو 60 است. عدد کمال، چرا که او پدر بهشت هاست. یعنی تکمیل شدن مثلا جهان مادیات رو به این خدا نسبت میده، به خدای آنو، و بهش میگه عددش عدد کماله، یعنی کامل شدن همه چیز با هم، و این عدد رو میگه 60. ولی من 6 میبینم. عدد خاص انلیل 50 هست و او پدر باد است. روی این اعداد من تأکیدی ندارم، چون حس میکنم و کمی میدونم که این اعداد چیزای دیگه این، ولی خب حالا شما همینطور که اینجا نوشته ما میخونیم، اینجوری حالا تصور کنید، ولی به نظر من این اعداد تحریف شدن.